آقای دکتر سرافراز، به اتاق شیشه ما خوش آمدید. یکی از موضوعاتی که اخیراً در رسانه ها و فضای مجازی مطرح شده بود، در واقع مربوط به دوره مدیریت شما در صدا و سیما و بعضی از حواشی که بعضی از رسانه ها ایجاد کردن. منتها من قبل از این بحث رو شروع بکنیم، ما اول تحلیل شما رو از شرایط امروز کشور، چه در بعد ملی چه در بعد فراملی، ارزیابیتون رو داشته باشیم و بعد انشالله وارد جزئیات مباحثی که موجود هست داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برداشت من این هست که الان اکثریت مردم از اوضاع نحوه اداره کشور ناراضی هستند و فکر میکنن مسئولان کشور یا بی‌عرضن یا ناتوانن برای اینکه امور کشور رو درست اداره کنن، یا اهل زد و بند و فساد مالی خودشون، نزدیکانشون، منصوبینشون هستن، یا اصلا نسبت به این مسئله توجه لازم رو ندارن و یک چنین برداشتی در کل جامعه بیزنند. در چنین شرایطی امریکا قصد حمله به ایران داره. برآورد من این هست که اینها برای بعد از ماه رمضان دارن آماده میشن که بهانه‌ای پیدا کنن و به ایران حمله کنن. برای این مسئله خب مسئولین هم متوجه شدن و نظر میاد راه حل‌های مختلفی رو دارن پی میگیرن. یه عده میگن باید بریم حالا راهی رو دوباره باز کنیم، مذاکره کنیم. عده میگن که راهش این هست که مقابله نظامی سخت بکنیم و درس عبرتی به آمریکا بدیم. اما راه حل من این هست که باید اوضاع داخلی به سرعت با قاطعیت اصلاح بشه، اصلاحات اساسی علنی رسمی اعلام بشه و با زبان کوتاهی اونهایی که ناکار آمدن کنار برن، اونهایی که فساد داشتن باهاشون برخورد بشه، خصوصا در حوزه شرکت ها. باید ما خب میدونید اغلب شرکت های در واقع بانک های ما دارای شرکت های متعددی هستن، صندوق های بازنشستگی شرکت های متعدد دارن، سپاه شرکت های متعدد داره، ستاد اجرایی، بنیاد ها، همینطور اغلب این شرکت ها شرکت های رانتی هستن یا به معنای دیگه خصولتی هستن. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که میخوان از منافع استفاده کنن میشن خصوصی و شخصی و منافع میره در جیب آدم ها. اونجایی که میخوان از بودجه ها و امکانات دولتی استفاده کنن میشن شرکت های حاکمیتی و دولتی. و تمام بسیاری از این زد و بند ها و فساد ها در این مجموعه شکل گرفته که یک ارتباط پنهانی در اون بالا با هم دارن، چپ و راست هم نداره، اصولگرا و اصلاح طلب هم نداره، همه اون بالا هستن و این فساد باید ریشه کن بشه. مثل یک قده سرطانی که تا این قده کلن بیرون نیاد و اگر شاخ و برگاشو بزنیم خب سرطان دوره میاد در یه جای دیگه شکل میگیره، رشد میکنه. باید این قده سرطانی مثلا یک کلیه سرطانی کلن استخراج بشه. و امریکا هم روی همین نکته دست گذاشته. اگر دقت بکنید از زمانی که این پروژه جدید برخورد با ایران رو که فروپاشی هست شروع کردن، همین آقای پومپئو وزیر خارجهشون روی فساد حکومتی، من به راست و دروغش کار ندارم، میخوام بگم که روی این نکته دست گذاشتن و تا به امروز دارن تاکید میکنن برای اینکه یک همزادپنداری با داخل ایجاد کنن و بتونن در واقع با یک مرحله جنگ مردم رو، یه عده‌ای رو بشورونن. راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که ما اون زمینه‌ها رو از بین ببریم، مردم رو در داخل به اصلاحات اساسی و واقعی امیدوار کنیم، مبارزه واقعی با فساد مالی شکل بدیم تا اون هدفی که اونها میخوان بهش برسند از یک جنگ جدید در منطقه نرسند. و من معتقدم که جدی هم هستن در این جنگ. یعنی آقای پومپئو رئیس سازمان سیا بوده و کینه داره نسبت به
یه تعداد زیادی از مقامات کشور رو میخواد جمع کنه. اون آقای جان بولتون از روز اول معتقد بود که ایران رو باید بپکونه، و این آقای ترامپ یک تاجر بیکلهی که خلاصه دنبال منافع مالی هست و داره چرتکه میندازه که اگر یه جنگی شد چقدر اسلحه میتونه بفروشه، چقدر بعدها مثلا زیرساخت های از بین میره که آمریکا میتونه با قراردادها بیاد اونا رو تامین کنه. و با این نگاه خودش به این جنگ به عنوان منافع اقتصادی نگاه میکنه، و چنانچه بخش زیادی از این هزینه های جنگ رو پیشا پیش گرفته از این کشورهای مثل عربستان و امارات و رژیم اسرائیل که اینا تمام قد در این پروژه شریکن و در مرحله دوم کشورهای دیگه. و اصلا میدونید در اون مهم نیست که چقدر از نفوس مردم ایران یا این کشورهای جنوبی خلیج فارس کشته میشن یا چقدر زیرساخت‌ها از بین میرن. با توجه به این نکته‌ای که تو مقدمه بس بهش اشاره داشتید، ورود شما به سازمان صدا و سیما در واقع با یک مجموع اصلاحات بود تو اون دوره تو برنامه شما مطرح شده بود. حالا میخواستم این رو توضیح بدید و فکر میکنم که در واقع اون موضوعاتی که ما از این به بعد میخواییم بهش وارد بشیم، مسائل تخریب هایی که علیه شما شد، ریشه در همین نکته هست که الان میخواید بشه شما. بله خب من 5 تا کار عمده در سازمان انجام دادم که مفصلش رو در مصاحبه با روزنامه شهر گفتم. یکی اصلاح ساختار به شکل واقعی بود. خب ما 100 تا پست مدیریتی رو کم کردیم و کوچک سازی کردیم، تشکیلات رو، روندها رو اصلاح کردیم، فرآیندها رو بازنگری کردیم، الگوهای نیرو انسانی رو فقط توی بخش اصلاح ساختاری، بعد هزینه ها رو به شدت سعی کردیم کاهش بدیم که موفق شدیم تا حدی این کار انجام بدیم. این دوتا موضوعی که من تاکید میکنم که هیچ دولتی و هیچ رئیس جمهوری در کشور نیامده سراغش و حاضر نیستن برن زیر بار یک چنین کاری، چون خیلی تبعات داره برشون، کاهش هزینه های جاری کشور و اصلاح واقعی ساختار کشور. چون میدونه هر روز که ما میریم جلو این دوتا داره کشور رو با شرایط سخت‌تر و بحرانی‌تر مواجه میکنه. سومی بود که ما به جای اینکه بیایم هی توسعه کمی بدیم، تعداد برنامه‌ها رو زیاد کنیم، برنامه‌های بی‌خاصیت، بی‌مخاطب، بریم کارهای کیفی انجام بدیم، شبکه‌ها رو ادغام کنیم، شبکه‌ها رو برنامه‌های با در واقع تو از نظر تولیدی با کیفیت بالا تولید کنیم و برندسازی کنیم و بحث‌های از این قبیل. اینها یه طرف، اما دو تا کار کردیم که شروع شد به شکل‌های مختلف با ما برخورد شدن. یک، اینکه ما بیاییم با فساد مبارزه کنیم در جاهای حساس، که اون سه تا پروژه خاص رو من عرض کردم، یکی دیتا سنتر بود، یکی آی پی تی وی بود و یکی پیام‌رسان سروش، که وقتی خانم نیروگاهی خان راجع به اینها گزارش دادن، ما دادیم به قسمت حراست و مدیر مدیر بررسی ها و بازرسی سازمان که این مقدار دقیق‌تر ابعادش رو درآورن. خب مسائل شروع شد. در واقع دیتا سنتر که وقتی من رئیس سازمان شدم، نزدیک 2 سال بود این پروژه تعطیل شده بود، ولی تا اون موقع 50 میلیارد تومان هزینه داشت پروژه‌ای که اصلا معلومه با چه هدفی در کشور راه‌اندازی شده و هیچ خاصیتی نداشت. پروژه آی پی تی وی تا اون موقع بیش از 9 میلیون یورو هزینه برداشته بود. 4 تا شرکت دخیل بودن، شرکت تکتابه، شرکت عمانی، شرکت عمانی به شرکت در دبی، شرکت دبی به شرکت در اروپای شرقی، هر کدوم وسط یه مبلغی کم می‌کردن این پولا رو و هیچ خاصیت و نتیجه بر سازمان نداشت. و نکته دیگه پیام رسان سروش بود که اشکالات متعددی داشت. وقتی این پرونده ها رسیدگی شد، تهدیدات علیه ایشون هم شروع شد، از ماشینش که ترمز برید، از ماشین دیگه که میخواستن بزنن به خودرو ایشون تصادف کنه و بحث های از این قبیل. و تا اینکه در یک جلسه اطلاعات سپاه مستقیما به ایشون زنگ میزنن و میگن بیایید که کارتون داریم.
ایشون به من گفتن که من میخوام برم، گفتم که نه شما نباید برید، اگر کسی کار داره اینجا سازمان رئیس داره، مسئول حراست داره. بعد ما متوجه شدیم که اون تیم وزارت اطلاعات که در حراست صدا و سیما بودن و اطلاعات سپاه، اینا کاملا با هم هماهنگن و هماهنگ دارن عمل میکنن، که حالا نتایجشو بعدا میگم چی شد. خب ایشون رو فرا خوندن، ولی ایشون چون خودش گفت من داوطلبم که برم در این جلسه شرکت بکنم، ما گفتیم پس یه نفر از حراست باید حتما شرکت کنه، که یک فردی به نام آقای زارعی که خودش هم سپاهی بود در جلسه شرکت کرد. که حالا اگر بخواید خود خانم میرقلی خان مختصر، چون پشت خط هستن و دارن میشنون این مذاکرات رو، توضیح بدن که تو اون جلسه اول چی شد. خانم میرقلی خان صدای ما دارید شما؟ بله. من خدمت استاد سلام عرض میکنم، تشکر میکنم که در این بحث ما با جناب دکتر سرفراز مشارکت دارید. اگر صحبت های دکتر سرفراز رو شنیدید، من میخوام یه روایت کوتاهی از اون جلسه ای که با آقای زارعی در واقع شرکت داشتید رو بفرمایید. ببینید حقیقا توی اون جلسه 5 ساعت اول جلسه فقط مگه چند ساعت بوده که 5 ساعت اول جان؟ جلسه مگه چقدر بود زمانش؟ زمانش 8 ساعت یا 9 ساعت بود روز یکشنبه، حالا الان تاریخش حضور ذهن ندارم ولی گفتم تو ویدیو هم. من از صبح که رفتم اونجا، دو تا آقای به نام جواد و مهدی اومدن اونجا و 5 ساعت اول جلسه فقط آقای محمود سیف، همسر سابق من و قهرمان ملی، معرفی کردن و به نوعی منو تخریب روحیه کردن که شما اصلا تو زندان نبودی، شما اومدی مثلا تو شبکه پرس تیوی، آیتی از کجا بلد بودی، چطوری این چیزا بوده، رفتی امریکا دوره های مختلف دیدی، خائنی، خیانت کردی، جاسوسی، بعد انواع هر نوع تهمتی که شما فکر کنیم به من زدن، که من هر سوالی هر صحبتی که میکردن یا سوالی که میکردن قاطعانه پاسخشون رو میدادن. بعد دیگه تلفنشون زنگ خورد بعد از 5 ساعت، از اتاق این آقا مهدی رفتم بیرون، بعد که برگشتن اومدم تو اتاق یه اشاره‌ای به اون آقا جواد رفتم بیرون، اشاره‌ای به آقا مهدی کردن، رفتن بیرون گفتن بریم نماز بخونیم. بعد از نماز من اصلا نفهمیدم که اون تلفن چی بود، ورق برگشت. گفتن خب حالا خانم میرقلی خان ناهار چی میخوای بخورین؟ گفتم والا بلاهایی که شما سر منو بردین، ببخشید من بزاق دهنم هم دیگه نمیتونم قرص بدم. بعد دیگه گفتن نه به هر حال حالا شما چرا کتاب نوشتین؟ چرا مثلا به تعهداتتون عمل نکردین؟ تعهداتی که به وزارت داده بودین، سفرهای خارجی میخواستین برین و بیاین، همش در اطلاع نمیدادین به ما. که من در جوابشون گفتم حقیقتا من در حال حاضر کارمند صدا سیما و دکتر سرافراز هستم، کتابی که نوشتم که با دستور که نه، با پیشنهاد آقای دکتر سرافراز بوده، توی کتابم ابدا چیزی در خصوص محمود سیف و چیزهایی که من از ایشون میدونم ننوشتم. کتاب من کاملا اصلا وقایع آمریکاست و چهره کریه آمریکا رو نشون میده و کتابی هم که نوشتم من یک نسخه رو به آقای علوی دادم که اون موقع وزیر اطلاعات بودن. درست آقای دکتر؟ دفتر بیت شما من با ایشون ملاقات کردم. بله الان هم هستن دیگه. آه هستن. خب یکی هم که به آقای مجتبی خامنه‌ای توی همون ساختمون بیت من کتابو تقدیم کرده بودم، که اصلا تو جلسه با آقای مجتبی هم کتابو میخواستم بدم، هم در خصوص مسائل همسر سابقم هم صحبت کردم، هم اصلا ازشون پرسیدم که با این فسادهای مالی که توی سازمان هست آیا شما دکتر سرافراز رو واقعا حمایت میکنین که من برم جلو، چون با توجه به سوابق من با زندگی همسر سابق من میدونم که گلوله منتظرمه، چون میدونم چجوریه. که حالا ابتدا آقا مجتبی فرمودن که حالا هر کس در هر رکن و مقامی قرار بگیره ممکنه دچار فساد مالی بشه و ما وکیل وصی همه نیستیم. که حالا منم پاسخشون رو دادم. بعد
گفتن که اگر که آقای دکتر سرافراز، به هر حال ما رفاقت 20 ساله با ایشون داریم، و اگر که آقای دکتر سرافراز موردی باشه به ما اطلاع بدن، حتما ما از ایشون پشتیبانی میکنیم و ازشون دفاع میکنیم. آقای دکتر، حالا با توجه به خانم میرگل خانم خود جلوتر رفتن، ما می‌خواستیم فقط اون جلسه رو بشنویم ازشون. من الان اینجا سوالم این است، دو تا موضوع رو شما فرمودید، یکی بحث پروژه های سازمان که توش در واقع مسائلی وجود داشت، مثل پروژه دیتا سنتر سروش یا اون پروژه آی پی تی یا فراموش، و گفتید یه مورد دیگه هم توی بحث حوزه فساد بوده، مزایده. ببینید، ما برآوردمون این بود که درآمد بازرگانی سازمان تا اون موقع و حالا از طریق بازرگانی چی بوده؟ 1,000 میلیارد تومانه، ولی ما تیم کارشناسی گذاشتیم به نتیجه رسیدیم که خیلی بیش از اینا هست. مثلا چی بوده؟ 3,000 میلیارد تومان ما باید از این راه درآمد داشته باشیم، ضمن اینکه مشکلات به شدت مالی داشتیم، بدهی‌های گذشته داشتیم، هزینه جاری رو نمیتونستیم تامین کنیم، کمکی به ما نمیشد. خب این تو اون قسمت هایی که مربوط به کاهش هزینه ها هست، ساختار و تشکیلات بود، مبارزه با فساد. حالا ما این 3 تا پرونده گفتیم، ولی واقعا ما در مسائل مختلف داشتیم، در همه ابعاد با جایی اگر زد و بند وجود داشت، فساد وجود داشت، مشکل وجود داشت، برخورد میکردیم. یعنی این حالی این 3 تا پروژه شاخص بودن. بله، برآورد و در خود سازمان دیگه فشار مالی شدید هم اومد، دنبال راه برون رفت بودیم، به این نتیجه رسیدیم که راه قانونیش اینه که ما مزایده برگزار کنیم برای بخش بازرگانی که هر کی بیشترین قیمت رو پیشنهاد داد مطابق اون بریم جلو. خب مزایده گذاشتیم و تو مرحله اول خیلی اومدن، از جمله آقای آبرومند، آقای طاهر و سپاه گفتن ما میخوایم شرکت کنیم، کمک کنیم، و اومدن جلسه گذاشتن. یعنی این جز وظایف مرمیتش؟ نه، به عنوان این که میخواستیم کمک کنیم، مثلا به صدا و سیما اومدن جلو و یک جلسه گذاشتن در مؤسسه یاس، آقای مهردادی و آقای دکتر کاردار مشاور اقتصادی بنده که بیان در مزایده. نمیدونم چه برداشتی از اون جلسه داشتن، ولی فکر میکنم به این نتیجه رسیدن که ما میخوایم به شکل قانونی کار رو پیش ببریم. از جلسه بعدش به من پیغام رسید که گفتن مزایده شکست میخوره. چی پیغام؟ یعنی پیغام از همین جلسه ای ها، همین آقای مهردادی اینها بودن و اینا همین کار رو کردن. یعنی در نهایت وقتی دو تا گروه قرار شد در مزایده شرکت کنن، یعنی 100,000 میلیارد تومان ضمانت بذارن که بیان پیشنهاد بدن که چقدر ما میتونیم در طول یه سال درآمد برای سازمان کسب کنیم، گروه اول پیشنهادش 1650 میلیارد تومان بود که برنده شد. در گروه اول بانک توسعه و تعاون وزارت کار یکی از اعضای اون گروه برنده بود. تا این گروه برنده شد، خب اینا بلافاصله قرارداد امضا می‌کردن و ما یه پول قابل توجهی که بود 450 میلیارد تومان باید می‌گرفتیم و کار همه مشکلات ما حل می‌شد. اما آقای ربیعی که دوست و همکار آقای طاهر و همین آیون هست، وزیر سابق کار، بلافاصله و به شکل کاملا غیر قانونی به این بانک توسعه و تعاون گفت از این پروژه کنار بکش، و این بانک اومد بیرون. و اومدنش با اینکه بقیه اعضا گفتن ما وقت فرصت بدید ما مزایده رو خودمون انجام بدیم، ولی اونا رو هم به شکل‌های مختلف تهدید کردن و دیگه مزایده عملا شکست خورد. البته مزایده شکست خورد، اما سازمان شکست نخورد. ما خودمون جداگانه اومدیم و با عوض کردن مدیر کل بازرگانی و با کمک همین آقای کاردار، در عرض 2 هفته اینها اومدن و یه چیز حدود 2500 میلیارد تومان برای یک سال پروژه درآمدی برای سازمان درست کردن که از اینها 1250 میلیارد تومانش در اسفند ماه، بدترین ماه سال، به قرارداد قطعی رسید و قول دادن که تا ادامه بقیه هم قرارداد قطعی میکنن که این مسئله بکنه. یعنی درآمد 1000 میلیاردی بازرگانی
توی یه فرایندی که در واقع از اون دو هفته‌ای که این همه اینا رفتن کنار 500 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و روند دیگه شد. و آقای دکتر، حالا این چیزی که باز من متوجه میشم، این مخالفتی که بالاخره تو اون مجموعه یاس با این روندی که شما انتخاب کرده بودید که اصلاح کنید درآمدهای سازمان رو از بخش بازرگانی، وقتی اون مجموعه های مرتبط با وزارت کار که حالا بانک توسعه تعاون نفر وارد شدن، یعنی الان من اینجوری که میفهمم ارزیابی شما اینه که در اون تعاملی که بین ایلبی های طاهب بوده، این شرکت ها انصراف دادن و در واقع مزایده، بله مزایده شکست به خاطر اینکه به شکل غیر قانونی بانک توسعه و تعاون کنار کشید، چون 100 میلیارد تومان ضمانت گذاشتید و ما اون ضمانت هم اجرا گذاشتیم، ولی خب احتمالاً با کارهای پشت صحنه ای و اینها اصلا اون ضمانت از بلافاصله این پول میومد تو سازمان، چون نمیشه که یه مزایده گذاشته بشه و برنده به همین راحتی خودشو کنار بکشه. و اونا گفتن چرا کنار کشیدین، بانک گفتن آقای ربیعی گفتن، من از آقای ربیعی پرسیدم چرا کنار کشیدید، در حالی که خود آقای ربیعی قبلش اومد گفت ما هم می‌خوایم شرکت کنیم تو مزایده، گفتن خیلی خوبه شرکت کنیم، اما نه اون درخواست برای شرکت کردن و نه این ناگهانی و غیر قانونی کنار کشیدن، اینا به نظرم به هم مرتبط. درست. حالا این چه من یه لحظه بگم که آقای دکتر خاطرتون باشه، من تو تمام جلساتی که مربوط به مزایده بود میرفتم و گزارش کاملم خدمتتون میدادم دیگه، درسته؟ بله بله. خانم میرقلی خانم اون موقع به عنوان بازرس در واقع حضور داشتن توی این جلسه ها؟ بله دیگه، در اون جلسات شرکت میکردن، چون باید خیلی حساسیت بود توی این جلسات مزایده، برای اینکه نمیخواستن اصلا شکل بگیره. من ما رو دیگه توضیح ندادم از حوصله این جلسه خارجه که انواع و اقسام کارشکنی ها شد که اصلا مزایده برگزار نشه. وقتی برگزار شد برنده انتخاب شد. آیدتونی یه بخش زیاد، یعنی الان این عددی که شما فرمودید 1500 میلیارد تومان تو چه سالی؟ سال 93؟ 94. تو 94 همه اتفاقاتی که من دارم میگم توی دی ماه بهمن ماه 94 اتفاق افتاد. و در واقع خیلی از مسائلی هم که بعد از این در واقع شروع میشه تو همین فاصله، در همین ایام مزایده و در واقع حالا جاسوس کردن خانم میرقلی خانم. چون عدد های دکتر عدد درشتیه، یعنی به خصوص تو اون زمان، حالا با توجه به ابعاد قیمت دلار و ریال و اینا، الان که من فکر میکنم اینا عدد درشتی هست و خب طبیعی بوده که به نظر من یه بخشی از این ماجراهایی که شروع میشه ریشه در همین اعداد و ارقام داشته باشه. حالا از اینجا به نظر من روایت کنم اون چیزی که در واقع اتفاق افتاد که بعد منجر شد به اینکه حضرت علی اردیبهشت ماه دیگه در سازمان نباشه. ببینید این جلسه اولی که خانم میرقلی خانم خواستن، با توجه به اینکه غیر جلسه فراقانونی بود، یعنی این جلسه اصلا قانونن هر اتفاقی برای کسی که در صدا و سیما هست میفته، هر جور فراخانی، نمیدونم جلسه ای، مصاحبه ای، بازجویی، هر چی اسمشو بذاری، باید از طریق حراست صورت بگیره و با اطلاع رئیس سازمان. اینا صورت نگرفت، ولی خب ما گفتیم حالا یه کاری کردن و حتما به ایشون هم همه رو جواب داده، تموم شد ماجرا. و ایشون هم متاسفانه به خاطر یعنی اون رفتاری که باهاش شده بود در اون جلسه استعفا داد، ولی من گفتم نه بمونید شما کارتون انجام بدید. و تا اینکه در 13 دی ماه مجددا ایشون رو خواستن و بهش گفتن که کشور رو باید ترک کنید، که حالا فکر کنم اون جلسه رو خود ایشون مختصری توضیح بدن که چه اتفاق افتاد در اون جلسه، که بعد من میگم چه اتفاقی در سازمان افتاد. بفرمایید. خانم میرقلی‌خان، من فقط یه سوال اول از حضورتون بپرسم. اون چیزی که شما از اون جلسه 8 9 ساعت روایت کردید این بود که بالاخره در انتهای جلسه فضا ظاهرا تلطیف شد. اصلا در انتهای جلسه ما انقدر خندیدیم با این آقای جواد و آقای مهدی که گفتن شما خیلی شجاعین و پاسخ میدین و اصلا هیچ مثلا ترسی ندارین، که اصلا خودشون گفتن که شما اگر مرد بودی باید کاندیدای ریاست جمهوری میشدی، ما یه همچین رئیس جمهوری میخواییم برای اینجا. حالا این نکته اینجا چرا شما استفاده دادید بعد از جلسه؟
به خاطر اینکه ببینید خیلی محمود سیف رو بزرگ کردن و خیلی ازش قدردانی کردن و منی که 5 سال زندگیم تو زندان سوخته بود، زندگی خودم، بچه هام و مادر پدرم، اصلا براشون میگفتن زندان نبودی. یعنی انقدر آدم بهش بر میخوره که من واقعا دیدم، گفتم خب من محمود سیف رو که دیدم، این مملکتی هم که امثال اونو میخواد تقدیر کنه و منو تخریب میکنه، من اصلا نمیخوام باشم و کار کنم. و همون شب هم مستقیم رفتم دفتر آقای دکتر فرفتان، گفتم من استعفا میدم و میرم عمان و دیگم نمیخوام کار کنم. راجب اون جلسه 13 دی 94 اگر میشه که بعد از اون از کشور خارج شدید شما؟ بله. ببینید اینا لپتاپ و مدارک من رو دزدیده بودن، بعد به من زنگ زدن برای 13 دی ماه، گفتن که بیای لپتاپتون پیدا شده. من رفتم اونجا، گفتن که خب لپتاپ پیدا شده، هاردش نیست. بعد آقای دکترم به من گفته بودن که مثلا این آقای هاشمیان نمال آقای طائب رفته بودن خدمت آقای دکتر، 2 تا عکس مثلا تولد بچه های من تو پرستیلی با دکتر رو نشون داده بودن، گفته بودن ببینین که این سند جاسوسیه. اون عکس هم تو لپتاپ مسروقه بود چون هیچ کس دیگه ای دسترسی نداره. من گفتم که خب لپتاپی که هارد نداره من میخوام چیکار؟ نمیخوامش، باشه برای خودتونه با اجازهتون. گفتن نه خیر. دوباره شروع کردن، چرا کتاب نوشتی، چرا مصاحبه کردی، همینجوری هی گفتن. آخرم گفتن که شما مگه نمیگی دکتر سرافراز رو دوست داری؟ گفتم چرا، من ایشون رو واقعا خیلی دوست دارم چون خیلی انسان شجاعی پاکه و خیلی خوب کار میکنه، ندیدم مثل ایشون. گفتم خب اگه دوست داری باید بری، تا 24 ساعت دیگه اگر نری دستگیرت میکنیم. شما خطب در تعهد کردی برای نوشتن کتابت و دستگیرت میکنیم و دیگه هیچکی ازت هیچی نمیشنوه. گفتم که خب اگر که مشکل شما اینه، امروز بعد از ظهرم عمان ایر پرواز داره، من همین الان میرم زنگ میزنم به بچه های عمان میگم یه بلیط یک طرفه میرم. ولی شما به نتیجه نمیرسید با این کارها و با این ظلمهاتون و فسادهای اقتصادیتون، منو نمیتونین برای همیشه خفه کنید. اومدم بیرون و که دیگه اصلا من رفتم منزل، چمدون بستم، آقای دکتر سرافراز من احضار کردن. اومدم با آقای دکتر هم گفت آقای شما تو اون جلسه به من چی گفتین؟ آقای دکتر گفتی شما تشریف داشته باشین، سازمان رئیس داره، کشور قانون داره و همینجوری نیستش که بتونن یه همچین کار غیر قانونی بکنن. من میرم دفاع میکنم و تکلیف این پرونده رو روشن میکنم. که من هم در جواب به شما برگشتم گفتم آقای دکتر شما اجازه بدیم من برم که جونم حفظ بشه، شما هر وقت تونستید پس این آقایون بر بیاین من بر میگردم در خدمتم. حتی آقای دکتر اگر خاطرتون باشه من رو میز شما خط و نشون کشیدم، گفتم این خط و این نشون که شما رو هم میزنن چون هدف اصلی شما بودین نه من، و شما هم از بین خواهید رفت. گفتم یا نگفتم؟ بله درست هم یادم اومد. خانم میگول خانم، من 2 تا سوال اینجا از حضورتون دارم راجع به این 2 جلسه‌ای که داشتید. یکی این که با توجه به حساسیتی که راجع به کتاب شما مطرح میشد، نکاتی هم از کتاب به شما میگفتن که مثلا این بخشای کتاب شما ضد منافع ملی هست؟ اصلا من فکر نمی‌کنم کتاب خونده باشم، فقط چون عکس روش یه خانم بی‌حجابه، البته اون نسخه قبلی که اونا داشتن که نقاشی خانم بیهجاب بود، فکر میکنم اصلا کاور رو دیدن دیگه کتاب رو باز نکردن بخونن یک خطش. نه مسئله اصلا نمیدونم رو جلد کتاب نمیدونم. از نظر من وقتی این توضیحات رو دادم تا ایشون گفتیم از اون جلسه ای که بعدی که رفتن یه گزارشی نوشتن که چه اتفاقی افتاد و اینکه باز دوباره گفتن چرا کتاب نوشتی، و این برای من یک سوال بسیار بزرگ ایجاد کرد که چطور من خودم به ایشون گفتم شما بیا 5 سال تو زندان بودی، در قلو زنجیر بودی، با زندانی های گوناگون هش و نش داشتی در آمریکا، تمام نحوه رفتار اون افسران داخل سلول ها رو میدونی، خب اینا رو بیاد بنویس، ما هیچ سندی نداریم. اگر ایرانی های هم داشتیم که تو آمریکا بوده هیچ کدوم حاضر نبودن یا جرئت نداشتن کتاب بنویسن.
و من ایشون رو تشویق کردم که شما کتاب بنویس. کتابم به زبان انگلیسی بود، با هزینه شخصی بود و توی آمازون گذاشته شده بود، داشت اونجا توضیح میشد. همین این سوال بسیار بزرگه. ببینید این آقایون گیرشون اینه، به جای اینکه بیان توضیح بدن، چون من بعدش نامه نوشتم، حالا این مراحل هم باز توضیح میدم، کارشون رو بیان توضیح بدن، خودشون پشت صحنه میمونن، هر جا گیر میکنن ماشین تخریب و شایعات رو راه میندازن و فضا رو عوض میکنن، موضوع رو منحرف میکنن. سوال بزرگ این آقایون اینه که اولا وقتی گفتن جاسوس، هیچ مدرکی نداشتن، فقط یه جمله گفتن که ایشون در یه اتاقی در یه شهری در آمریکا بوده. گفتن این که در اولا به اون آقای هاشمیان گفتم که خب شما من کمکت میخوام بکنم زودتر به نتیجه برسیم. آقای هاشمیان که معاون طالب، معاون آقای طالب بود تو اون جلسه، دو تا جلسه با من داشت، اومد توضیح داد. گفتم خیلی خب، شما اگر میخواید مدرک جاسوسی داشته باشید ارائه بکنید، اگر نه که میشه سناریو، شما سناریو نویسی دارید میکنید. بعد گفتم خب کمک به شما اینه که ایشون که همه تمام روز به روز زنداناشو نوشته، شما بگو آقا من این بخش کتابو قبول ندارم و ایشون در اینجا نبوده، اون ایام اون تاریخ اون روز در این شهر این خونه این ایالت بوده، اسم مشخصات پاسخشون چی بوده؟ اونجا پاسخی نداشت ایشون بده و کم کم فضا عوض شد و به جای ماجرای و هنوز این سوال جدی برام مطرحه. این سوال رو در مکاتباتم نوشتم، چون بعد از اون اینجوری شد که ایشون گزارش داد، من دوباره از حراست آقای سردار زهرایی رو فرا خوندم، گفتم با شما توضیح دادن قبل از 13 بعد از اینکه ایشون از رفت ها. یعنی بعد از اینکه ایشون از ایران رفت من ماجرا رو پیگیری کردم و گفتم باید احقاق حق بشه، یا اینا توضیحی دارن توضیح بدن یا باید احقاق حق صورت بگیره، چون هیچی تا اون موقع نگفته بودن، هیچ سند و مدرکی هم نداشتن، فقط حرفای پراکنده و متناقض می‌زدن. خب آقای زهرایی هم گفتش که نه، اینها ما اینجا هیچ چیزی گزارش سوی علی خانم یرغلی خان نداریم و نه وزارت اطلاعات و نه اطلاعات سپاه. ببخشید آقای دکتر، گزارش آقای زهرایی همونه که یه نسخه شون برای من فرستاده بود؟ بله دیگه، همین نوت به اصطلاح کاغذ A4 با دستخطش، ایشون دستی گزارش به اصطلاح نوشتن، ایشون هم در جریان گذاشتن. و خب بعد گفتم همین رو بنویسید که ایشون نوشتن و بعد بر مبنای این دو گزارش و همون حرفای تناقض آلود آقای هاشمیان که آخرش از جاسوسی اومد و رفت به حجاب ایشون، که گفتم آها خوب شما رگ خواب مسئولین رو بلدید، چون اتفاقا ایشون در زمانی که سازمان بود حجاب بسیار کاملی هم داشت، چون سفارش کرده بودیم بهش. و بر اساس این سه تا فکت من یک نامه نوشتم به آقای طاهر که گفتم این خلاصه این آقای دکتر این نامه همون نامه است که من رو فیسبوک هم تک نویسش رو گذاشتم دیگه. بله بله. و هیچ در واقع شما سندی علی هاشمیان ارائه نکرده، شما گفتید چرا کتاب نوشته. کسی که علیه آمریکا کتاب می نویسه باید تشویق بشه، نه تنها تشویق نکنید، شما متهمش دارید میکنید. خیلی نامه مفصله، فکر میکنم اینا پخش شده دیگه اینجا در خارجه، و نوشتم این به ضرر شما و ماست، اینو رسیدگی کنید. و بعد چون هیچ پاسخی ندادن و رسیدگی نشد، خدمت مقام رهبری نامه زدم و توضیح دادم که خانم یرغلی‌خان اصلا چطور شد با سفارش خود نیروهای وزارت اطلاعات اومدن شبکه پرس تی وی و اونجا خدمات زیادی کردن و بعد تو سازمان اومدن چند تا پروژه رو پیگیری کردن و اینها رو توضیح دادم و نامه آقای طائب رو زمینه اون فرستادم. پاسخ چی دریافت؟ پاسخی به من ندادن بعد از اون راجع به این مکاتبات. ولی به هر حال این ماجرای کتاب همچنان یک سوال بسیار بزرگه که و اینها اولین چیزی که باید در کنار اون چسبوندن جاسوسی و جاسوس سازی توضیح بدن اینه که چرا اینقدر حساس شدند و سوال میکنن که چرا کتاب نوشتی؟ من توضیح دادم کتاب رو از ترس مسائل محبوس بیفه که نوشته شده دکتر.
اینا رو کتابی هست که دکتر بخاطر بخش مهمی از روایت ایشون از زندان‌های آمریکا است. یه بخشی زندگی شخصیشونه که به کنار ولی اون کتابت اون هم نکته خاصی نداشته نداره. که هیچی نداره در سپاه بخونش حساسیت داشته باشه چون اسم مستعار اونجا استفاده شده. من کلامی در مورد فعالیت‌های آقای سیف ننوشتم توی اون کتاب، ولی کتاب دومی که الان نوشتم هنوز چاپ نشده و همه چیز رو نوشتم. اینه که اصلا نکته‌ای که حساسیت زا باشه از داخل قطعا وجود نداره و همش مستنده که چرا امریکا داره نقض حقوق بشر میکنه در زندانهاش و فشار میاره و چجور رفتارهایی داره میشه. اینها همه این دکتر این رفتاری که صورت گرفته در مورد این کتاب به طور خاص و خب اون موضوعاتی که در صدا و سیما اتفاق افتاد، شما آمدید با مزایده خواستید منابع سازمان رو رشد بدید و با اینا داره همه برخورد میشه، یعنی یک کتاب نوشته میشه در حوزه حقوق بشر توی آمریکا. من یه لحظه ببخشید عذرخواهی میکنم یه چیزی بگم که من اولی که اومدم وزارت اطلاعات دو روز بعد از آزادی که من احضار کردن از من تعهد گرفتن که دولت آمریکا رو حق ندارم سو کنم، کتاب حق ندارم بنویسم، مصاحبه با هیچ کس غیر از کسایی که خودشون بگن حق ندارم بکنم. این چه تاریخی بوده؟ سیفم اسمشو حق ندارم بیارم. میگن چه تاریخی؟ این چه تاریخی بوده؟ این دقیقاً روز آزادی من توی مرداد فکر کنم 14-15 آگست میشه به سال خارجی، سال 2012 که من آزاد شدم، بین 20 تا 30 مرداد ماه همون سال آزادی من، سال 92 که من توی همون جلسه، یعنی قبل از اینکه تعهد ازم بگیرن، حتی 3 DVD از تمام این اسناد مداری که تا آقای دکتر سرافراز الان برای من آوردن بهشون دادم، به نامهای چیرسیدی، شمشیرسیدی، شاهسیدی، دادم بچه های وزارت اطلاعات. آقای بهزادی نامی بود، رئیسشون آقای یکتا نامی بود به اضافه یه حاج آقا احمدی، و دادم گفتم این تمام مکاتبات من با شما، تمام سران ممالک و ترانسکریپت مثلا کورت دادگاه هم و هر آنچه که در آمریکا بوده اگر نخوندین اون موقع الان بخونید، دستم به هم بزنین، نسخه های این مکاتبات میره رو اینترنت برای اینکه برای من دیگه مهم نیست. خانم میرغلی خان، شما اون، من فقط میخوام یه سوال کوچیک بکنم، اون سرقتی که از شما انجام شد غیر از لپتاپ دیگه چیز دیگه هم از شما بردن؟ بله بله، ببینید من توی زندان که بودم دو نوع مدارک داشتم، یک سری مدارک حقوقیم بود که اینا یکی آقای دکتر سرافراز رو بردن، یک سری خاطرات زندانم بود، یعنی خاطرات روزانه که تاریخ میزنه امروز چیکار کردم چیکار نکردم، و مثلا یک سال و نیم اول زندان میامی که بودم چون دستگاه تایپ رایتر نداشتن و تمام نامه هامو دستی می نوشتم، دستگاه کپی هم نداشتن، من تمام نامه هایی که می فرستادم بیرون و با دستخط خودم توی اون کاغذها می نوشتم. برای تولید فیلم نامه‌ای به خدا، مستند نامه‌ای به خدا، من این دستخط‌ها و دستنوشته‌ها رو برای بازسازی صحنه‌های زندان برده بودم و چمدونی که تمام اوراق حقوقیم توش بود، منزل پدریم تو زیرزمین بود، غیر از این که روی DVD هم به وزارت اطلاعات داده بودم سال‌ها پیش. خب آقای دکتر، به اینجا رسیدیم که در واقع مخاطبه با آقای طاهر و بله، اونا چون به نتیجه نرسید و در 3 حوزه اینا تخریب رو شروع کردن. یک تخریب علیه شخص بنده که با کشیدن کاریکاتور و مسائل غیر اخلاقی و شنیع شروع کردن بنده رو تخریب کردن. کی این کار رو کردن؟ هنوز اون صحبت‌های مقام رهبری که 13 صفت مثبت به من داده بودن، اون رایحه‌اش هنوز از بین نرفته بود که این تخریبا رو شروع کردن. اینا چطور میتونن مدعی باشن که پیرو به رهبری هستن؟ 2، شروع کردند در واقع از طریق همین سایت های تلگرامی شایعه پراکنی و جنگ روانی راجع به سازمان
مسائل عجیب غریب گفتن، این قرار اینا برن اونا بیان، کارمندا رو بیرون کنن، قرار دوباره همه ساختارا به هم بریزه، قرار نمیدونم این کارو میکنه، اون یکی میره، این یکی میاد، و 4-5 تا سایت اینترنتی و شروع کردن کانال شهرزاد نیوز. آقای دکتر بله، فرار شهرزاد میرغلی خان از ایران. بله، یکی از موارد تخریبی همین بود که گفتن، که نوشتن که ایشون فرار کرده برای اینکه خودشون از بار مسئولیت خالی کنن. اونجا توی جلسه بهش میگن برو و دیگه بر نگرد، اگر برگردی دستگیر میشی، ولی از این بر برمیدارن مینویسن فرار کرده. چقدر بی اخلاقی، چقدر کارهای زشت باید انجام بشه که به این ترتیب اینا این کار رو انجام دادن. بنابراین من انتظار داشتم که بعد از اون مصاحبه‌ای که بعد از نزدیک 3 سال سکوت انجام دادم، تخریب‌ها علیه من شروع کنن، چنان که همین کار رو کردن. در واقع نامه های ایشون که عین نامه هست، خواستن که اصلش باشه، تحویلشون بشه برای ظاهرن نمیدونم کتاب جدیدشون میخواستن، اینا رو شروع کردن. یکی گفتن اینا نمیدونم اسناد محرمانه سازمان داره میره بیرون، مثل آدم های که مردم رو احمق فرض کردن که تو این دوره و زمان کسی بخواد سرد ببره همه رو توی فلش تا یه گویا از طریق گوگل درایف منتقل میکنه. اصلا احتیاج هست مگه برداری چند تا پوشه بگیری زیر بغلت ببری؟ و اینقدر مردم رو یا مخاطبین خودشون رو احمق فرض کردن. یا دوباره شروع کردن بعد که از اینجا ماجرای یه چون جاسوسی درست کنن. ببینید این اتفاقی که متاسفانه داره برای خیلی ها میفته در کشور. آقای دوشن، نامه آخر من به رهبر. اجازه بدید. 3 تا رئیس جمهور ما داشتیم تا امروز. من فارغ از این که اصلا بخوام عملکردشون صحبت کنم، من میخوام بگم رفتارهای مشابهی شده، چنانکه برای برخورد با من اول از افراد اطراف شروع کردن، بچه هم به خود طرف میرسونن. شما برای این 3 تا رئیس جمهور همین کار رو نکردن؟ دقیقا همین کار رو کردن. از اطرافیان شروع کردن، این جاسوسه، اون مرتبط با جاسوسه، اون یکی مشکل اخلاقی داره، اون یکی مشکل مالی داره، و تا برسن به خودشون رو این بد اخلاقی ها باید پایان بپذیره. کی میتونه این کار رو بکنه؟ غیر از مقام رهبری کی میتونه جلوی این بد اخلاقی ها رو بگیره؟ بعد ما میگیم چرا انقدر جامعه دوچار شایعات، دوچار مشکل روانی، دوچار ناامیدیه؟ سرمنشهش رو باید بس. این نکته شدیدی و مهمی من به نظرم برگردیم به اون بحث اول. یعنی من الان این روندی که با جناب علی طی کردیم تو این دقایق، شما از اینجا شروع کردید که در واقع ناامیدی در میان مردم، اون نگاه بدبین کردن مردم، از اون طرف در واقع رشد و توسعه فساد در لایه‌های مختلف حکومت، اینا همون زمینه هست که اتفاقا دشمن روش داره دست میزده. برای من خیلی عجیبه، یعنی من این روایت شما رو میشنوم، بالاخره این مدارک و اسناد و اینها رو با هم مرور میکنیم، چطور میشه که یک کتابی در این سطح که داره امریکا رو در واقع محکوم میکنه تو حوزه حقوق بشر باهاش برخورد میشه تو اون مجموعه، بعد ردیابی میکنیم میبینیم که بحث روندی که شما شروع کردید توی بحث درآمدهای سازمان، و بعد اون سازمان میاد میگه من پول ندارم، ناچارم برم در واقع رو بیارم به این مسابقاتی که پیامک زدن و که حالا معروف شده به بحث قمارخانه و اینا، که حتی خود رهبری مشخص میشه که موضع دارن روی این نوع درآمد سازی ها برای سازمان. این روند نگران میکنه. بله، من وقتی رفتم از سازمان به این آقایون پیغام دادم که صحبت کردم، گفتم که از حالا به بعد اگر این سازمان درست شد، همه امورش اصلاح شد، شماها دارید این کار میکنید، آقای حسین محمدی در بیت رهبری، آقای طائب در اطلاعات سپاه. اینا به خودشون گفتن دکتر؟ یکیشون رو یک نفر از اینها گفتم که به بقیه هم بگه. بله، و اگر خراب شد شما نمیتونید از بار مسئولیت شانه خالی کنید، و چنانچه شما سر نخ این لاتاری و بخت آزمایی الکترونیک رو نگاه بکنید، باز برمیگرده به شرکت‌هایی که همین مجموعه ها دخیل هستن درش. آقای دکتر، الان صدا و سیما رو نگاه میکنید،
اون روندهایی که داشتید متوقف میکردید؟ تقریبا در همون ماهای اول همه رو برگردوندن دیگه، یعنی ساختارهایی که ما چابک سازی کرده بودیم، کوچک سازی کرده بودیم، برگردوندن. تعداد حدود 800 پست مدیریتی رو کاهش پیدا دادیم، اینا رو دوباره ساختارهای بزرگی برای سازمان درست کردن و هزینه های سازمان به شدت افزایش پیدا کرده. درآمد قسمت بازرگانی، من الان عدد دقیقش رو نمیدونم، اما منهای این بخش بخت آزمایی اگر به اصطلاح در نظر نگیریم که خب یه کار عجیب و غریبی بود، فکر نمی کنم عدد خیلی قابل توجه روش کرده باشه. و مبارزه با فساد که دیگه من حرفی داره گفتن من. آقای دکتر، خبری توی شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود مبنی بر اینکه آقای رضا گلپور که خود نویسنده و در اون توی موضوع فعالیت میکنن، گفته بودن که ظاهراً مأموریتی برای تخریب شما بهشون داده شده بود، حالا ایشون ظاهراً گفتن همکاری نکردن یا اقدامی نکردن. مخصوصا حتی صبح این خبر رو اصلا تایید میکنیم. بله، در وقتی من به عنوان رئیس سازمان بودم، آقای گلپور دو بار با من اومدن صحبت کردن. البته خب ایشون میدونی قبلن به سفارش همین نهادهای امنیتی کتاب نوشته واسه خیلی، و اومدن و مثل یه آدم مثلا محق و جستجوگر میخواستم ببینم که ماجرا چیه، این اتفاقات، این شایعاتی که داره پخش میشه، ماجرای خانم میرغلی خان که بله آیا واقعا ایشون جاسوسه، اصلا قضیه چیه. و اومدن هم با من صحبت کردن، هم با ایشون صحبت کردن، قبلش هم با اون آقایون صحبت کرده بودن، هم توی وزارت اطلاعات، هم توی اطلاعات سپاه، و بعدش هم رفتن عمان یه مدتی. در اونجا وقتی خانم قلی‌خان رفته بودن با ایشون صحبت کردن که فکر می‌کنم این بخش خودشون توضیح بدن که چند روز اونجا بودن و چطور شد، تا بعد بگیم چه بلای سرشون اومد. خانم قلی‌خان شنیدید شما؟ بله. آقای دکتر، آقای گلپور در می ماه سال 2016 اومدن دو روز اینجا که حالا مصاحبه هایی با من کردن، خیلی سوالات زیادی کردن. اولین چیزم که اومدن پیغام بچه های سپاه رو دادن که ما ویدیو از شما با آقای دکتر سرافراز داریم. خیلی لطف کردیم اینو الان تا حالا توضیح نکردیم، اگر که شما خودتوی بخوای بکنی، کاری بخوای بکنی، ما این ویدیو رو مثلا پخش میکنیم. که من خدمت آقای گلپور گفتم اونو بذارم روی یوتیوب، ما که هیچ مشکلی نداریم، آقای دکتر که بنده خدا اصلا اهل این چیزا نیست، منم که هیچی، اون هیچی. بعد ایشون دو روز کامل که اینجا بودن خب خیلی فیلم گرفتن، که حالا من اتفاقا ویدیوی فیلم هایی هم که حضور آقای گلپور اینجا بودن رو فیلم هاشو آماده کردم روی یوتیوب که امروز توضیح میکنم. و اصل صحبت همه چی براشون شفاف سازی شد، یعنی انقدر سوال کردن، هی سوال های دو پهلو، میدونین پژوهشگرها چجوری سوال میکنن، هرچی سوال کردن که آخر سر آقای گلپور به من گریه کرد آقای گلپور و گفتش که شهرزاد باورم نمیشه که تا این حد بتونن مثلا آدم های کثیفی باشن. من تا حالا چند تا پروژه به هم داده بودن، کرده بودم مثلا یه کارهایی که میگفتن، ولی از این به بعد برای احیای حقت وای میستم و خیلی به هم ظلم شده، به عنوان یک ایرانی منو ببخش، من شرمندم، من شرمسارتم. که من حالا یه دستخطی هم بهشون دادم، گفتم تا فلان تاریخ تکلیف شما روشن میشه، و یک فلش بهشون دادم که همین چیزهایی که با آقایون وزارت اطلاعات داده بودم روش بود. نسخه اودیو بوک کتابم رو دادم به زبان انگلیسی بهشون، حتی فایل های موسیقی توی ماشینم هم بهشون دادم. بعد ایشون رفتن، پدر خدا بیامرز من اون موقع در بستر بیماری بودن و به ملاقات پدر من رفتن، با مادرم تو دانشگاه تماس گرفته بودن که برن با مامان مصاحبه کنن، که مامان اصلا گفته بودن نه، خدمت آقای دکتر سرافراز رفته بودن. و خیلی هی اون مدت به من پیغام میدادن که چه میدونم من آقای با آقایون مثلا صحبت کردم، دنبال اینم که تا پدرت به رحمت خدا نرفته یه دیداری برای آخرین بار با هم دیگه داشته باشین. که من برگشتم با آقای گلپور گفتم که ببین خدا اون روزو نیاره که من پدرمو نبینم و از دست بدم، چون این کینه رو هیچ وقتی نمیتونن از قلب من پاک کنن. و آقای دکتر سرافرازم اون موقع که من پدرم در بستر بودن و
نزدیکای فوتشون بود خیلی تلاش کردن، درست آقای دکتر؟ بله. شما هم با آقای طاهر اینا صحبت کرده به شما چی گفتن؟ تدفین و ترحیم پدرشون شرکت کنن، گفتن میتونن بیان ولی دیگه معلومه بتونن برگردن. این تموم شد مراسم ختمش همزمان با مراسم عروسی یکی از آقا پسرای شما بود آقای دکتر سرفراز، و یک هفته بعد از این موضوع آقای گلپور مقاله ای رو در سایت اماریون چاپ کردن که اصلا اینجا آقای گلپور به من قول داده بودن که چیزی در مورد من ننویسن، چون من بهش گفتم من قربانی شدم و قدرت اینم دارم که یه روزی بالاخره خدا به حق احیای حق میکنم، ولی شماها نمیتونید چون تو ایرانم هستید. گفت نه این خیلی ظلم بزرگیه، من این کارو میکنم. اومد رفت مقالرم نوشت و که حالا بعدش به جرم جاسوسی برای اسرائیل بردن زندان، و اتفاقا تو همین توییت ها یکی از همبندی هاشون برای من پیغام داده بود که شما آقای گلپور رو میشناختین. گفتم بله، اینجا اومده بودم در خدمتشون بودیم دو روز، و اینجوری شد دیگه. حالا الان آقای گلپور هم که گفت نمیدونم حکم اعدام داده بودم، بعد حالا شده 20 سال چجوریه چجوری نیست دیگه اطلاع ندارم. خیلی متشکرم از شما. بله متشکرم. ببخشید من بوی شان یه خود سر مادره پدرم غیر قابل کنترل میشه. بله. خدا رحمتتون کنه. خدا رحمت کنه شما. این پروژه جاسوس‌سازی خیلی پروژه زشتیه. این طرفداران مظلوم محیط زیست جاسوس شدن، آقای گلپور جاسوس شد، خیلی های دیگه از اطرافیان آدم ها رو بلافاصله انگ جاسوسی میدارن. ولی نقطه خطرناکش از نظر من اینه که اون کسانی که اطلاعات حساس مالی و اطلاعات سری نظامی کشور رو دارن میبرن به آمریکا، تحت پوشش این پروژه های جاسوس سازی علکی اونها پنهان شده. متاسفانه چنین اتفاقی داره تو کشور میفته. آیتون هم این اتفاق افتاده و هم متاسفانه لفظ جاسوسی اصلا اتهام جاسوسی از اعتبار افتاده. خب بله دیگه، برای که از حالا به بعد اگر یک کسی که واقعا به عنوان خائن کشور اطلاعات حساس موشکی نظامی امنیتی مالی کشور رو برداره برای دیگه خیلی جامعه حساس نخواهد بود، در حالی که قبلا باید برای همچه آدمی اولا جامعه افکارون پیگیری میکرد اینا کیان کجان چرا دادگاهی نمیشن یا کجا دادگاهی شدن چه سرنوشتی پیدا کردن و دیگه الان حساسیت دادگاهی شده. یه لحظه اجازه بدین من یک نکته ای رو در خصوص همین جاسوسی خدمت شما عرض کنم. به شما گفته بودم آقای دکتر، تو کتابم ننوشتم ولی من توی زندان آمریکا که بودم خب FBI آیس می اومدن هی به من پیشنهاد همکاری میدادن، بعد پرونده هایی می آوردن که مثلا همین مال فعالیت های موشکی، خرید سانتریفیوژ برای همون انرژی هسته‌ای، پرونده های محمود سیف، خرید هایی که محمود سیف کرده بود، خیلی چیزا داشتن. حالا مواردی که مال محمود بود رو خب من دیگه اون زمان بعد از اتریش تو خونه تو امارات اتفاقاتی که افتاده بود دیگه همه رو میدونستم، ولی چیزای دیگه که بود بهشون گفتم حالا محمود سیف و جلو من آوردین گذاشتین که من بر اساس فیفت امدمنت هیچ همکاری با شما نمی کنم و هیچ کاری هم نمیتونین بکنین، این بقیه چیه؟ خود دولت آمریکا به من گفت، گفتم این بقیه رو از کجا آوردین؟ گفتن رفسنجانی is good friends of us. یعنی اون زمانی که من تو زندان بودم آقای رفسنجانی از طریق عربستان سعودی تمام اطلاعات محرمانه کشور رو به امریکا میداد، و الان اگر شما این پازل و قطعه ها رو کنار هم دیگه بذارین میبینید که از زمانی که آقای رفسنجانی فوت کردن از اون زمان روابط ایران و عربستان تیره و تار شد، آقای ترامپ نامی اومد و تمام این اتفاقات داره میفته. چرا؟ چون کانال اصلی رسوندن اطلاعات سحری و محرمانه به آمریکا قطع شد. ببخشید من این وقت پریدم. در واقع باید بگم و اون که واقعا خودم فکر میکنم که این آقایون اگر به قیامت اعتقاد داشته باشن، یعنی آیا واقعا اصلا به قیامت اعتقاد دارن؟ چون حالا ممکنه تو این دنیا پرونده اعمالشون رسیدگی نشه، این همه تهمت میزنن، این همه شایعه فراکنی درست میکنن، بد اخلاقی بیدینی رواج میدن در یه حکومت دینی در لباس روحانیت، خب
این واقعا فکر کنم قیامتی نیست، یعنی در روز جزا خدا در اون دادگاه عدل الهی به حساباشون رسیدگی نمی کنه، از اون پشت صحنه ها خبر نداره که بگه شما چه کارهایی کردید. این خیلی سوال بزرگی ذهن من مشغول کرد. اگر این نکته تو انتهای بحث هست که خیلی ممنون، متشکرم، موفق باشید.